سلام خوش اومدید به کلاس درس بذارید با هم یک مروری بکنیم که در ویدیو قبل به کجا رسیدیم با هم دیدیم که اگر یک جرم به اندازه ام رو من در این نقطه از فضا ثابت بکنم و بعد یک جرم m 1 رو در فاصله R از اون قرار بدم این جرم ام من ام 1 رو با نیروی f 1 جذب میکنه در حقیقت یک نیروی گرانش بهش وارد میکنه و دیدیم که این نیروی f 1 طبق قانون جهانی گرانش نیوتن برابر بود با جی ام ام 1 تقسیم بر آر به توان دو که جی ثابت جهانی گرانش هست حالا اگر من بیام و یک کاری بکنم من بیام این ام یک رو بردارم و به جاش یک ام دو قرار بدم در این صورت به جای نیروی F یک یک نیروی اف دوی مثلا وارد میشه قبوله چون تغییر میکنه دیگه این جرم تغییر کرده بنابراین این میشه F دو و باز هم طبق قانون جهانی گرانش نیوتون F2 برابر خواهد بود با G M این بار M2 تقسیم بر همون آر قبلی به توان دو چون فاصله رو من هیچ تغییری ندادم حالا بیایید به این دو عبارت نگاه بکنید این دو عبارت الان این جمله و این جمله در اونها مشترک هست و در حقیقت نیرویی که داره بر این جرم M1 که من وارد میشه برابر هست با یک عبارت ثابتی که من اسمش رو میذارم مثلا G و میدونم که این G تابعی هست از فاصله یعنی فاصله رو که تغییر بدم G تغییر میکنه و به همین ترتیب این هم هست G R یعنی یک ثابتی که تابعی هست از فاصله ضرب داره جرم M1 یا جرم M2 یا هر جرم دیگهی که من در این نقطه از فضا قرار بدم بنابراین این برابر میشه با M ضرب داره جی آر که البته جی هم بردار هست چون نیرو برداره و ام بردار نیست و در نتیجه جی باید بردار باشه و این هم مساوی میشه با ام دو ضرب در جی آر در مورد جهت جی به زودی با هم صحبت میکنیم و من هر جرم دیگه اینجا قرار بدم به جای M1 و 2 اصلا فرض بکنید من یک MX قرار بدم در این صورت FX یعنی نیرویی که بر یک جرم اندازه MX وارد میشه برابر هست با MX ضرب در G R میتونید بنویسید و میبینید که این جمله باز هم در اون مشترک خواهد بود این داره به من چی میگه؟ این داره به من میگه که گویی یا انگار این جرم ام من که اینجا ثابتش کردم من داره در این نقطه از فضا یعنی در فاصله آر از خودش یک خاصیتی ایجاد میکنه پس اینجا جرم ام من داره یک خاصیتی ایجاد میکنه در فضا که من هر جرمی رو که اونجا قرار بدم به اندازه جرم ضرب داره اون خاصیت داره بهش نیرو وارد میشه به اون جرم من نیرو وارد خواهد شد و من اسم این خاصیت ناشی از جرم M در فاصله R از خودش رو یعنی این پدیده رو که تابع از R هست میذارم میدان گرانشی ناشی از جرم M در فاصله R از خودش و بنابراین میتونم بگم که نیروی گرانشی وارد بر هر جرمی با هر اندازه برابر هست با میدان گرانشی ناشی از جرم M در اون نقطه ضرب در اندازه اون جرم بنابراین اگر شما دیگه به من یک جرمی بدید مثلا بگید یک جرمی دارم به اندازه دو کیلوگرم به من بگو که از این جرم M بهش چه نیروی وارد میکنه من به راحتی بهتون میگم که F برابر میشه با دو کیلوگرم ضرب در جی آر یعنی میدان گرانشی ناشی از ام در این نقطه که این رو هم به راحتی میتونم از این رابطه به دست بیارم حالا جهت این میدان یا جهت این نیرو به چه شکل است خب میدونیم که جهت میدان نیرو با هم یکی هستند و بنابراین جهت میدان گرانشی همیشه به سمت جرم من خواهد بود یعنی به سمت اون پدیده‌ای که داره میدان گرانشی رو پدید میاره برای دوستانی که با بارهای الکتریکی آشنا دارن میدونن که در میدان های الکتریکی همیشه اینطور نیست که جهت به سمت اون جرم یا در حقیقت به شکل جاذبه باشه نیرو ای در بارهای همنام همدیگه رو دفع میکنن و در اونها میدان در جهت مخالف هم میتونه باشه اما در میدان گرانشی ما اون مشکل رو نداریم و چون نیرو همواره نیروی جاذبه هست جهت میدان گرانشی به راحتی به دست میاد و در هر نقطه از فضا میدان گرانشی به سمت جرم من خواهد بود مثلا در این نقطه از فضا میدان گرانشی به این سمت به سمت جرم من و اندازش برابر هست با جی ضرب در ام تقسیم بر این فاصله مثلا آر یک به توان دو و به همین ترتیب در هر نقطه از فضا شما میتونید میدان گرانشی رو حساب بکنید و به راحتی بگید که نیروی وارد بر هر جرمی در اون نقطه از فضا برابر هست با اون جرم ضرب در میدان گرانشی خب حالا بریم سراغ زمین پس فرض بکنید که این الان مثلا این زمین هست خب پس این پدیده شد زمین و این هم مرکز زمین هست و این هم مثلا من یک فضانوردم که در یک فاصله از سطح زمین قرار دارم خب پس بیایید من بگم دیگه اصلا دقیق مثلا فاصله من از سطح زمین هست دی و شعاع زمین رو هم بذارید من رسم بکنم پس به فاصله من از سطح زمین میگیم دی و به شعاع زمین میگیم آر خب در این صورت اه, چه نیروی گرانشی بین من و زمین وجود داره اگر جرم زمین باشه ام بزرگ و جرم من باشه ام خب طبق قانون نیوتو ما به راحتی میتونیم بگیم که اف یعنی نیروی بین من و زمین مساوی هست با جی ام ام تقسیم بر آر به علاوه دی به توان دو خب این آر به علاوه دی اه, نکته هست که من شاید یک ویدئو جدا در موردش دفت بکنم فاصله ای که اهمیت داره برای ما فاصله مرکز جرم ها هست خب یعنی فاصله من تا سطح زمین نیست که اهمیت داره چون در این صورت من میتونم این فاصله رو مثلا با این نقطه از سطح زمین حساب بکنم چرا این نقطه رو حساب بکنم فاصله ای که مهم هست فاصله من هست با مرکز جرم زمین یعنی در حقیقت تا مرکز زمین به عبارتی من میتونم به جای کل زمین این خط چی بود من اینجا کشیدم فرض بکنم که همه جرم زمین رفته و در مرکزش یا در مرکز جرمش قرار گرفته و در این صورت نیرویی که به من وارد میشه ناشی از اون جرم بسیار بزرگی هست که در مرکز زمین قرار داره پس فعلا از من به صورت شهودی بپذیرید که اون چیزی که مهم هست فاصله شما از مرکز یک جرم هست نه فاصلتون از سطح یک جرم بنابراین نیرویی که زمین داره به من وارد میکنه و طبق قانون سوم نیوتون نیرویی که من به زمین وارد میکنم برابر هست با جی ام ضرب در جرم من تقسیم بر آر به علاوه دی به توان دو و دقیقا مثل این بالا اگر من بیام و به جای من مثلا دوست من رو اونجا قرار بدم و جرم اون باشه مثلا M1 در این صورت نیروی وارد بر دوست من فقط میشه همون عبارت قبلی جای M باید بذارم M1 و همینطوری که میبینید این جمله باز هم مشترک هست در همه اون نیروهایی که وارد میشه و من به این جمله میگم میدان گرانشی زمین در فاصله D از سطح زمین پس میدان گرانشی زمین در فاصله D از سطح زمین از این رابطه به دست میاد دیگه شما هر D در نظر بگیرید مثلا این نقطه به راحتی میتونید میدان گرانشی زمین رو در اون نقطه از فضا حساب بکنید که این محاسبات به شدت و به شدت کاربردی هست در ماهواره ها و غیره خب جهت میدان گرانشی زمین به کدوم سمت مطمئنا طبق چیزی که اینجا گفتیم میدونید که جهت میدان گرانشی زمین جاذبه و به سمت مرکز زمین هست در هر نقطه از فضا پس اینها میشه میدان گرانشی زمین مثلا در این نقطه هم میدان گرانشی جهتش به این سمت خواهد بود خب اما در نزدیکی سطح زمین یک اتفاق بسیار بسیار مهم و هیجان انگیزتر میفته فرض بکنید این سطح زمین باشه و مثلا یک جرم ام مثلا یک سیب رو شما اینجا در فاصله یک متری از زمین قرار دادید و میخواید میدان گرانشی در این نقطه ای که این سیب قرار داره رو حساب بکنید خب جهتش رو که به راحتی میدونید به سمت مرکز زمین هست مثلا این شکلی اما طبق این عبارتی که من اینجا دارم من میدونم که میدان گرانشی در این فاصله مثلا دی یک از سطح زمین برابر هست با بذارید دی و اصلا بذارم یک متر بنابراین میدان گرانشی در فاصله یک متری از سطح زمین طبق این عبارت جی آر برابر خواهد بود با جی ضرب در جرم زمین تقسیم بر یک به علاوه شعاع زمین به توان دو چون دی هست یک متر و حالا اگر من این دی رو بیام و مثلا در نظر بگیرم دو متر در این صورت میدان گرانشی در فاصله دو متری از سطح زمین چه عبارتی خواهد بود برابر خواهد بود با G, M تقسیم بر دو به علاوه آر به توان دو پس این عبارت اول میدان گرانشی ناشی از زمین در فاصله یک متری اونه این عبارت دوم میدان گرانشی ناشی از زمین در فاصله دو متری اون اما دقت بکنید که شعاع زمین خیلی بزرگتر از یک متر و دو متره خب این شعاع زمین برابر با نزدیک به 6400 کیلومتر خب یعنی خیلی خیلی بزرگتر از یک متر به عبارتی 6 میلیون و 400 هزار برابر بزرگتر از این یک متر بنابراین من اگر این یک متر رو بکنم دو متر عملا مخرج این کس رو هیچ تغییری ندادم با یک تقریب خیلی خوبی چون از 6 میلیون و 400 هزار و یک تبدیلش کردم به 6 میلیون و 400 هزار و 2 و حتی اگر من این دو رو بکنم 100 هم عملا این کسر رو خیلی مخرجش رو تغییر ندادم چون تبدیل کردم به 6 میلیون و 400 هزار و 100 و بنابراین مخرج این کسر در فاصله های نزدیک به سطح زمین تقریبا ثابت هست و من میتونم فرض بکنم پس من میتونم فرض بکنم که میدان گرانشی در میدان گرانشی زمین در نزدیکی های سطح زمین ثابت هست پس ثابت در نزدیکی سطح زمین و بشینم و این عدد رو به صورت دقیق حساب بکنم چه عددی رو عدد G ضرب در جرم زمین تقسیم بر شعاع زمین به توان دو رو تقریبا حساب بکنم و در این صورت میتونم بگم که من هر جرمی رو اگر در نزدیکی های سطح زمین قرار بدم نیروی وارد بر اون از طرف زمین برابر با این عبارت که من اسمش رو میذارم G ضرب داره جرم خواهد بود که این همون عبارت MJ معروف ما هست بنابراین اگر این عدد رو حساب بکنید من حدس میزنم که اینجا برابر با 9 مایز 8 دهم خواهد بود واحدش رو هم خودتون میتونید به تمرین حساب بکنید بنابراین علت این که ما میگیم نیروی وارد در جرم ها در نزدیکی سطح زمین برابر با ام هست این هست که میدان گرانشی زمین در نزدیکی های سطح زمین ثابته و با زیاد شدن فاصله تا حد معقولی تغییر نمیکنه و بنابراین نیروی وارد بر اجسام برابر با ام ضرب در میدان گرانشی در نزدیکی سطح زمین خواهد بود و به راحتی شما الان میتونید با این اطلاعات ببینید که چرا یک فضا نیروی گرانش کمتری بهش وارد میشه چرا در هفت فضا معلق هست و به طرف زمین جذب نمیشه علتش این هست که مخرج این کس یعنی میدان گرانشی در اون نقطه خیلی کمتر هست از میدان گرانشی در سطح زمین و بنابراین نیروی گرانشی کمتری به فضا وارد میشه